تکرار میکنم، به خاطر اینکه شما منسجم تر عمل بکنید، به خاطر اینکه شما متوجه بشید کجای داستان قرار گرفتید. میخواید به آزادی دست پیدا بکنید، میخواید از این اسارت خارج بشید، بند نافتون رو میبرید، روی خودتون حساب باز میکنید، فراخوان احتیاج دارید که دست به دست هم بدید بیاین کف خیابون. احتیاجی هم به این افراد ندارید که بیان واسه شما قیافه بگیرن یا منم منم بزنن پشت میکروفون ها یا تحلیل سیاسی و تاریخی دو مرتبه به شما بدن و بیان به شما بگن شما چقدر بدبختید. هر موقع شماها رفتید کشته دادید، بدبخت شدید، بیچاره شدید، آمریکایی‌ها اومدن به این افراد یاری رسوندن و ایکس و ایگرگ، اون موقع این افراد میان برای شما حاکم میشن. 60 تا هم دست می‌خوایم براتون بزنیم ها. کور خوندید. این جامعه جوان فرماندهشو پیدا کرده و داره منسجم میشه. صحبت‌های من در بسیار از اوقات با کسانی که آگاه شدن کجا قرار گرفتن نیست، اونها فدایان ایران هستن در این جنبش. بسیاری از صحبت‌های من با کسانی هست که شاید برای حتی اولین بار دارن این صحبت‌ها رو میشنون و من هر جلسه تکرار میکنم که ما نه به دنبال کارهای سیاسی هستیم و ایدئولوژیکی که جمهوری باشید، پادشاهی باشید، سلطنت باشید، نه به دنبال روشنگری های مذهبی و بیایم با مذهب مردم بجنگیم. خیر، کار حقوقی داریم انجام میدیم. کشورمون اشغال شده، مردم دارن میبینن و هر روز دارن سقوط میکنن. اگر یادتون باشه، خب در تاریخ خونده باشید، میگن مصدق اومد و نفت رو ملی کرد. آیا شما مردم فکر میکنید نفتتون ملی است؟ همین ثانیه که من دارم با شما صحبت میکنم، میلیاردها دلار نفت کشور ما در آبها معلق مونده، کسی خریداری نمیکنه، کسی جرأتشو نداره بخره. شما زمانی یه چیزی ملی میشه که خود جامعه حاکم بر سرمایش بوده و هست، به اون میگن ملی. یعنی شما یک نفتی رو دارید، فرض بگیرید در سال 100 میلیارد فروش نفته، فرض بگیریم یک رقم نیست، همینجوری میگم، این 100 میلیارد متعلق به جامعه ایرانی است که توسط نمایندگانش به سر تا سر کشور باید پخش بشه. اما تا به امروز این گونه بوده، اصلا جامعه ایرانی نمیدونه نفتش چه مقدار داره استخراج میشه، توسط چه کسانی داره به